بسم الله الرحمن الرحيم گرانو محصلین و محصلات و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدای وکړي تر دې د متاسو د صحت پجامو کې پټ یاست خوشاله ژوند ولرئ ستاسو د کامیابی په هیله الله تعالی مو د هر نوع مصیبتونو او آفتونو مونږ ټول مسلمانان لري وساتي دا چې راځو مونږ نن د صحت محیط یا د چاپیریال روغتیا یا انوایرمنټل هیلث لسم لیکچر زمونږ تاسو امراض انتانی یا د انتانی مرضونه هغه مرضونه چې د یو انسان نه بل انسان ته انتقال مومي چې مونږ ورته کمیونیکیبل ډیزیز هم وایو په هغه مورد باندې مونږ تاسو بحث کوو دا چې امراض انتانی یا انتانی مرضونه کوم دي ساري مرضونه کوم دي څنګه یو بل انتقال مومي نو موږ تاسو چې په دې ټولنه کې اوسیږو په دې محیط کې اوسیږو نو موږ محیط کې د مختلفو په محیط سره په ژوند کولو کې مختلفو امراضو سره مخامخ کیږو نو دغه مرضونو باندې من حیث د یو فرد د ټولنې من حیث د یو انسان باید په دې باندې موږ پوه شو چې کوم هغه امراض دی چې هغه یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي او څنګه کولی شو د هغو مرضونو نه موږ خپل ځان په امان کې وساتو چې یاس که مونږ منتن شوي یاستو نو زمونږ نه باید نوره ټولنه منتنه نه شي نو څه ناڅه په دې باندې مونږ تاسو بحث کوو الله دې وکړي چې تاسو دغه څه چې اورئ زده کوئ دا تاسو علم نور انسانانو ته ورسوي خصوصا د صحت په بخش کې چې انسانانو صحتونه متضرره نه شي هغوی ته صحي تعلیمات ورکول شي نو دا زمونږ تاسو ټول مسؤلیت ګرځي تا وره که شما می فهمین امروز ما در مورد امراض انتانی گپ می زنیم که امراض انتانی امراضی هستند که از شخص یک به شخص دیگر انتقال می شود ما من حیث فرد جامعه باید این را بدانیم که کدام امراضی هستند که از یک انسان به انسان دیگر انتقال می شود در جلوگیری از شیوع این نوع امراض ما باید در جامعه تعلیمات صحیح برای مردم بود و این مسئولیت ایمان هستن که هم خود را جای خود را حفاظت بکنیم هم جان دیگران را در حفاظت نگاه بکنیم تا ما بتانیم یک جامعه سالم و صحتمند داشته باشیم به این خاطر ما امروز در مورد امراض انتانی گپ میزنیم یا کمیونیکیشن دیزیز بعض اصطلاحاتی هستن امروز امرای امو اصطلاحات ما اصطلاحاتی را ما شما یاد میکنیم که کدام اصطلاحاتی هستن که مربوط به امراض انتانی میشود خود تعریف میکنیم که امراض انتانی یا انفکشس دیزیز مگوین چی حق مرضونه در یو انسان در بل انسان تا انتقال مو میگه مگه انفکشس یا ساری مرضونه یا انتانی مرضون امراض انتانی عبارت از امراضی است که توسط میکروب از یک شخص به شخص دیگر انتقال میکند یعنی امراض انتانی عبارت از امراض جمله از امراضی هستند که از یک انسان به انسان دیگر انتقال می یابد ای که امراض انتانی از یک انسان به انسان دیگر چطور انتقال می یابد در موردش ما گپ می زنیم اول می گیم که انتان خودش چی است انتان عبارت از پروسه معرفی شدن میکرو ارگانیسم به میزبان انسان است یعنی به خاطر میکرو ارگانیسم که است میزبانش که است و انسان است که به تعقیب داخل شدن در عضویت شروع به تکثر می کند یعنی وقتی که انتان داخل بدن شد این شروع به تکثر می کند جهت بروز امراض انتانی باید شرایط محیطی بر آن مساعد باشد یعنی اگر ما با جهت بروز امراض انتانی اگر ما بخواهیم که بفهمیم در اینجا بخاطر بروز زیاد امراض انتانی شرایط محیطی بسیار مهم هستند هر چقدر شرایط محیطی برای تکثر انتان مهیا باشد اما قدر انتان زیاد می شود و انسان های زیاد از اون مصاب می شود هر چقدر ما محیط را کنترل بکنیم به خاطر رشد و تکثر انتان ما از اون جلوگیری بکنیم پس ما می تانیم از این نوع امراض خود نگاه هم بکنیم مثال های امراض انتانی مثل کلورا هستند مثل تبرکلوز هستند زیادی هستند و غیره چند مثال هایش هستند که هر کدامش ما انشالله باز
تفصیل مطالعه میکنیم که کولرا چی را میگه، تبرکلوز چی را میگه، چطور پیدا میشه، چطور انتقال میشود، از اعراض علائم شان چی است، چطور میتونیم از این خود ما دور نگاه بکنیم، ما چطور صحت مند باشیم، که در موردشان باز گپ میزنیم. این بود در مورد امراض انتانی، یعنی به خاطر وقتی که انتان داخل شد به میزبان یعنی انسان، با تعقیب داخل شدن اینمی در وضعیت اینمی شروع تکثر میکنه، یعنی زیاد میشه اینمی انتان. وقتی که زیاد میشه زیاد میشه اعراض و علائم و امراض بسیار زیاد چیزایی که ما شما امراض در زندگی رو برو شده نباشیم دفعه اول رو برو میشیم، احساس ناتندرستی میکنیم، احساس مرضی میکنیم، بالاخره ما شما مشکل برای ما ایجاد میشود. پس بعضی از اصطلاحاتی هستن که ما استفاده میکنیم، مثلا دوره تفریخ یا incubation period میگیم. مانا دوره تفریخ یا incubation period چی میگه؟ عبارت از فاصله زمانی بین داخل شدن انتان در وضعیت میزبان و ظهور اولین اعراض مرض میباشد، یعنی وقتی که داخل شد مرض، انتان به بدن داخل شد، یعنی میکروب به بدن داخل شد، میکروگرزم به بدن داخل شد، دفعتا انسان مریض نمی شود. تا چند روزی که تکثر میکند، تا چند روزی که بدن انسان میباشد، بعد از چند روز امو دوره تفریقش که پوره شود، انسان به شروع میکنه به اعراض و علائم مرض را. یعنی این فاصله در امراض مختلف باز فرق میکند. دانستان راجع به دوره تفریق، اگر ما بخوایم امراض کمک که امراض ما امراض کمک زیاد در وقایع میکند، در جریان این دوره ما به جهت جلوگیری از سرایت مرض میتوانیم شخص را از دیگران ما مجزا ساخته شود، یعنی مثلا شخص که مصاب این تکلیف هستن از دیگران باید تجرید شود، جدا شود. این که ما میگیم که امراض مختلف فرق میکند که دوره تفریقشان، مثلا انتان داخل بدن میشود در چند روز اعراض و علائم خود نشان میده. مثلا نام کولرا را اگر ما بگیم از چند ساعت تا 5 روز میتواند اعراض و علائم در بدن پیدا کند، یعنی بعد از 5 روز یا 5 ساعت اگر اعراض و علائم شروع شد در کولرا که او باز مرض کولرا پیدا میکند. در قسم مایکروگرمز دغه سرخکان است که میزل برس میگیم 5 الی 7 روز بعد اعراض و علائم شروع میشه. همین قسم دیفتری دیفتری یک نوع مرض دیگری انتانی است که 3 الی 5 روز بعد پیدا میشود. تیتانوس مثلا 2 هفته الی 2 ماه بعد اعراض و علائم خود را نشان میده در بدن انسان. همین قسم مثلا مرض سگ دیوانه، اگر سگ دیوانه کسی رو بخوره 2 هفته بعد الی 2 ماه بعد، معمولا 2 الی 3 ماه بعد اعراض و علائم در انسان پیدا میشود. قسم سیاسرفه یا اوفین کپ برشان میگیم که افت الی 12 روز بعد اعراض و علائمش پیدا میشود در انسان. همین قسم مرض نو که مثلا ما شما کرونا هستن، اعراض و علائمشان بعد از 14 روز بعد در انسان ظهور میکند، یعنی انکوبیشن پیریود کرونا که هستن، وقتی که داخل بدن انسان میکروب یا مایکرومزم داخل بدن انسان میشود، بعد از 14 روز بعد اعراض و علائم خود انسان پیدا میکند که اینمی روزی که انسان مصاب این وارث شده، مثلا کرونا شده، بین 15 روز 14 روز که تیر میشود، بار از که امید بدن انسان تکثر میکند، امی کرونا بار از وارث کرونا بعد 14 روز بعد در بدن انسان اعراض و علائم خود نشان میده. اینمی پیریود را ما به نام انکوبیشن پیریود یا دوره تفریح یاد میشه، تفریح یاد میشود که ما میگیم که انمی دوره تفریح در امراض مختلف هستند. اصطلاح دوم که ما استفاده میکنیم به نام قرنطینه هستند، طوری که شما میگیم کلگ انسان ها قرنطینه در خانه هستند از دست وایرس کرونا شی وایرس کرونا، که قرنطین عبارت از تجرید نمودن شخص مشکوک مواجه با انتان در جریان دوره عظمی تفریق مرض میباشد، یعنی قرنطین. ما شخصی را قرنطین میکنیم به خاطر که او انسان مشکوک مذاب این مرض هستند، به خود رو باید قرنطین شود تا که اما دوره عظمی مرض انسان میرسه که ما قرنطین میکنیم. دوره سرایت یا انفکتیو پیریود برشان میگیم که عبارت از
دوره هستن که در جریان آن ارگانیزم از شخص مریض به میزبان مساعد انتقال می شود. یعنی این دوره هستن که یک کسی که مریض است به شخص سالم انتقال می شود. طور مثال در سرخکان این دوره مثلا در روز مثلا در سیاس الفا مثلا سیاس الفا یکی لای شش هفته مثلا تبرکلوز مثلا طور طولانی تا زمانی که بسیل های توسط مثلا بلغم خارج می شود، مثلا پولیو سی هفته و در کلورا یکی لای سی هفته می باشد که در این دوران می توانند اگر سم شخص ناسالم امرای شخص سالم در تماس بیاید انتقال می شود. همین قسم ما اصطلاح دیگر برای فومیت یاد می کنیم که فومیت عبارت از اجسام جامد مانند خواب بالشت است، ریپاگ است، کتاب است، قاشق و غیره که می توانند به مواد انتانی آلوده شود و باز اینمی آلوده شده چیزهایی که جامد هستند در تماس انسان‌های سالم بیاید، بالاخره با انسان‌های سالم از نمی فومیت انتقال می شود. همین قسم ما ناقل داریم، اصطلاح دیگر استفاده می شود به نام ناقل. ناقل شخصی است که مسکن و پناهگاه میکروارگانیسم های مرض بوده و بدون اینکه خودش از اعراض مرض رنج ببرد میکروارگانیسم ها را از وجود خود خارج می کند که به دیگران انتقال می شود. باز اصطلاح دیگر ما به نام حامل یا وکتور استفاده میکنیم که این خودش عبارت از حشره هستن که قابلیت انتقال مرض را از یک شخص به شخص دیگر تحت شرایط طبیعی داشته باشد، مانند پشه یا نافل مونس که حامل مرض ملاریا میشود. یعنی خود مرض ملاریا از یک از پشه های مؤنث هستن که توسط این از یک انسان این پشه وقتی که بگذر گزیدن اینمی توسط پشه که اینمی وارث انتقال میشه به انسان، انسان که گزید نمی پشه باز انسان ملاریا می شود. یعنی حاملش یعنی ویکتوری یک اینمی مرض چی شد؟ ویکتوری اینمی مرض حامل اینمی مرض که شد او پشه شد، انافیل مؤنث. این یک اصطلاح دیگری ما استفاده میکنیم به خاطر حشرات. همین قسم اصطلاح دیگری که ما بسیار از او یادآور میشیم به نام اپیدمیکس، یعنی عبارت از حالاتی هستن که در یک محل تعداد کثیری از اشخاص در یک دوره زمانی کوتاه به یک مرض مبتلا شود. یعنی خود یک اپیدمیک یعنی حالاتی هستن که در یک محل در یک مشخص محل تعداد زیادی اشخاص در یک دوره زمانی کوتاه که بسیار کوتاه وقت به یک مرض عموم مردم در جای خاص که زندگی میکنند در ملاقات مرض به این مبتلا شود، این امیر ما اپیدمیک میگیم. مثال این اپیدمی مثلا کلورا و سرخکان هستند. مثلا در کدام ساحه که مرض کلورا زیاد هستند اگر موسا مردم مصاب این تکلیف میشود. سرخکان همه قسم اندمیک اصطلاح دیگری ما استفاده میکنیم، یعنی امراض اندمیک امراضی هستند که در یک محل و اجتماع ظهور میکند. مثال های آن مثلا هپاتایتیس و مونیکا هستند که هر دوی آن میتواند همزمان و یا با تنهایی در یک منطقه اندمیک باشد. اندمیک یعنی امراض خاصی هستند، امراض خاص اندمیک هستند که در یک محل و یک اجتماع خاصی ظهور میکند که اون ما به نام اندمیک یاد میکنیم. همین قسم مثال های اصطلاح دیگر پندمیک که امروز بسیار زیاد موضوع استفاده میشنویم چند ماه میشه مثل کرونا که از پندمیک است. باز پندمیک امو امراض انتانی امراض ساری هستن که یک مملکت با شکل مکمل و یا هم کلگ دنیا را زیر تحت پوشش خود قرار میگرد. یعنی سرحدات را مثلا پار میکنه، از سرحدات تیر میشه. مثلا در چین که کرونا وایرس پیدا شد و کل دنیا رفت، این یک مرض پندمیک هستند. سپورادیک از امراض دیگر انتانی هستند که میبخشین یعنی اصطلاح دیگری هستند که ما با امراض استفاده میکنیم که به شکل وقفوی در یک چند جایی که مثلا در یک چند جای خاصی به شکل یا به شکل بسیار فشروده یا به شکل تجریدی در اوج این امراض چی شد انتقال یابد و در اوج باشد و رو به نام اسپورادیک یاد میشیم. یعنی عبارت از امراض انتانی هم که به طور منفرد و مجزا در اینجا و آنجا ظهور میکند، یا در اینجا میباشد و در اونجا ظهور میکند، در این ما به نام چی یاد میکنیم. دیگر اصطلاح به نام اپیزودیک یاد میشین، denoting or relating to a disease that is temporarily prevalent in widespread in animal populations. یعنی عبارت از امراض اپیدمیکی حیواناتی هستند
بطور مثال موشها که در هنگام طاعون قبل از مبتلا شدن انسان ها شروع به مردن میکند، یعنی توسط انمی امراض توسط حیوانات به انسان ها انتقال میشود. به شکل این دمه طوری که ما گفتیم مردم خاص را در یک ساحه خاص وقتی که مصاب یک تکلیف شد رو ما اندمیک میگیم. اپیدمیک ما بیشتر هم سرشان بحث کردیم، یعنی امراضی هستن که امراضی انتانی هستن که یک کمیونیتی خاص را، یک اجتماع خاص را، یک جامعه خاص را در یک وقت خاص زیر مصاب خود را زیر مصاب میکند و زیر کنترل خود میآورد. این ما بس اپیدمیک میگیم. و این اصطلاحات بسیار مهم به این هستن، مثلا ما وقت میگیم که پلان مرض پندمیک است، معنی این هستن که این مرض میتواند کراس د باوندریز از یک سرحد به دیگر سرحد، مثلا از پاکستان به افغانستان، از افغانستان به ایران، از ایران به متو سعودی، متو سرحدات را کراس میکند. این ما پندمیک میگیم، کلی دنیا را میگیره. سپورانیک را گفتیم، اپیزودیک گفتیم، اندامیک. این اصطلاحات بسیار مهم هستن که ما در موردشان باید معلومات داشته باشیم. یعنی میم که پرنسیب های می جهت کنترول امراض انتانی، اگر چطور ما میتونیم این مرض را در جامعه کم بکنیم یا کنترول بکنیم، از این خود نگاه بکنیم. General principle of control of infectious disease. خب ما اولین یک چند نقطه یادآور میشیم که اولینش مثلا ما تذکر میکنیم، notification میتیم. یعنی تذکر با چی مانا؟ این عبارت از عمل آگاهی دادن ظهور مرض انتانی به مقامات مسئول هستند تا آنها تدابیری را جهت وقع کنترل مرض روی دست گیرند. یک لیست امراض قابل تذکر معمولا در شاروالی ها موجود است که عبارت از مثلا سرفکان، ابچیچک، کولرا، پولیو، مرض سنگ دیوانا و غیره. این لیست موجود می باشد در شاروالی ها به خاطر این امراضی که مثلا به انسان ها باز انتقال می شود، انسان مصاب می شود، از طریق مختلف اطلاع داده می شود، تذکر به مردم داده می شود که شما آگاهی داشته باشین از امراضی که مثلا چطور برای شما انتقال می شود. همین قسم مثلا دوم که است تجرید است، یعنی ایسولیشن است، یعنی مریضان انتانی از خانه به شفاخانه تجرید می شود دیجا تا اشخاص دیگران از انتانات معصوم باشد. یعنی کسایی که مصاب این منتن مصاب این انتان شده این ما به شفاخانه انتقال میکنیم که سالم انسان ها که در خانه هستن او از او مصوم باشد. به خاطر ما ایسولیشن میگیم، یعنی جدا میکنیم، تجرید میکنیم. همین قسم واکسیناسیون یا امینایزیشن یک از پرنسیپ های دیگر جهت کنترل انتانی هستند که واکسیناسیون مثلا تکنولوژی هستند که جهت حفاظت اشخاص صحتمند و مقابل امراض انتانی صورت میگیرد. یعنی پیش از اینکه ما مریض شویم، ما پیش از اون ما یک معافیت بدنی خود بلند میبریم، یک واکسین میکنیم که در مقابل اون انتان که در آینده ما امراضشان مواجه میشیم، از اون امراض ما انتان که داخل بدن ما میشد مقابلش آنتی بادی جور میباشد که او از طریق امینایزیشن یا واکسیناسیون صورت میگیره. بالاخره ما نمیتونیم مصاب این تکلیف شویم. همین قسم نقطه دیگری که بسیار مهم است در مورد تعلیمات صحی یا هلت ایژوکیشن برای مردم، باید پروگرام های آگاه پروگرام های اما باید مردم به خاطر آگاهی اما باید داده شود تا که مردم بفهم از طرف مساجد، از طرف مکاتب، از طرف سمینار ها، ورکشاپ ها، از طرف کمیونیتی های دیگر، جامعه دیگر ما میتونیم مردم را آگاهی بدیم در مورد این امراض. تعلیمات صحیح یا خبر باشد که مثلا این مریض چطور انتقال می شود، اعراض و علائم چطور است، چطور میتونیم از این خود جلوگیری بکنیم. خود تعلیمات صحیح بسیار مهم هستند. یعنی تعلیمات سی یا هلت ایژوکیشن عبارت از ارائه معلومات سی راجع به وقایع از امراض انتانی و مراقبت مریضان هستند که توسط کارمندان سی به فامیل ها در ساحات بروز امراض انتانی در اوج بروز کرده داده می شود. در ضمن آخرین جهت کنترل امراض انتانی ضد عفونی کردن دیسینفکشن هستند، یعنی عبارت از تخریب مایکروگانیزم هایی هستند که باعث مرض می شوند. زود آفونی بسیار قوی عبارت از مثلا از شعاع آفتابی هستند که در یک قریه و اجتماع شعاع آفتاب معمولا زود آفونی کردن بستر خواب و البسه ها، کتاب، لوازم خانه و غیره می باشد که برای چند ساعت این اشیا معروض ما به آفتاب شعاع می شود. توسط این باز
مایکروگرام رزمه ها از بین می رود. از ضد عفونی های کیمیایی مانند فینول، دیتول و غیره، مثلا امروز که دیتول و صابون زیاد استفاده می شود و غیره، جهت ضد عفونی ساختن بلغم، ادرار و مواد غایطه استفاده می شود، یا به خاطر ضد عفونی مثلا چند روز ما دستای را با صابون بشوییم، مثلا جان را خود را پاک بکنیم، سایه که ما در اوجه زندگی میکنیم بود و باش داریم او را آفتاب بدیم، همین قسم اینمو جایی که زندگی میکنیم اوجه مثلا سپری شود از چیزی که ما استفاده میکنیم باید ضد عفونی شود، که از توسط این میتانیم ما امراض یانتانی از یک انسان به انسان دیگر انتقال نشود. جهت از اینمی نقاط ما باید در نظر داشته باشیم. این بود درس امروزی در مورد پرنسپ های عمومی جهت امراض یانتانی که آخرین موضوع ما بود، و ما در مورد اصطلاحاتی که در بخاطر امراض یانتانی استفاده می شود از اون اصطلاحات ما و شما یادآور شویم. طبعا موضوعات صحیح هستند، شاید مشکلات زیاد شما امرشان رو برو شوید، خو من حیث یک انسان ما فقط مشکلات که مواجد از جامعه از لحاظ صحیح می شویم باید آگاهی از داشته باشیم، به مردم دیگر هم مسئولیتی ماست که آگاهی بتیم تا ما بتانیم یک جامعه صحتمند و جامعه سالم داشته باشیم. صحت سالم داشته باشیم ما بس بتانیم یک اقتصاد و یک مملکت پیشرفته داشته باشیم. این صرف بعضی امراضی هستند که هر انسان باید جهت کنترلی و باید در موردش معلومات داشته باشه، ضرور نیست که دکتر باشد، هر انسان محسن می خاطر در صحت محیطی یا انوایرمنتال هلت ما موضوع را که دیجا ارزش دادیم موضوعات امراضی انتانی هستند که در موردش شما باید معلومات داشته باشین. این بود درس امروزی ما. خداوند بگوند که شما یک چیز را یاد گرفته باشین، اگر کدام مشکلی داشتین میدانید توسط واتساپ امرای ما تماس شوین تا ما بتانیم مشکلات شما را رفع بکنیم در وقت خودش. الله حافظ.